جوزف منگله بود که تعیین میکرد چه کسی باید به اتاق گاز فرستاده بشه و چه کسی باید به کار اجباری بره و یا حتی روی چه کسانی باید آزمایشات بیرحمانه انسانی انجام بشه. اون از جمله افرادیه که در علم ژنتیک از متهمین ردیف اول به شمار میاد. زمانی که دانشگاه مونیخ دنبال پزشکی بود که روی موضوع مردم شناسی کار کرده باشه، منگله دکترای خودش رو در دفاع از پایان‌نامه میگیره که تأکید داشت میتونه نژاد انسان رو به کمک شکل فک اون تشخیص بده. حزب نازی آلمان این کار رو نوعی ابتکار میدونه و به این ترتیب اون در سال 1943 میلادی و در جریان جنگ جهانی دوم فعالیتش رو در آزمایشگاه‌های زیرزمینی حزب نازی در رومانی آغاز میکنه. اون در اونجا لقب فرشته مرگ رو یدک میکشید، چون زمانی که در مقابل زندانیان تازه وارد میستاد و برخی رو به راست و بعضی ها رو هم به چپ هدایت میکرد، روپوش سفیدش همراه با بازوان بزرگش یه فرشته سفید رو تداعی میکرد. از اونجا که برتری نژاد آریا برای آلمانی ها بسیار اهمیت داشت، منگله بودنش در ارتش نازی رو فرصتی برای مطالعاتش درباره وراثت میدونست. از نظر حکومت نازی، موهای بلوند و چشمان آبی تنها نژادی بودن که باید میموندن. به همه منظور هیتلر فهرستی برای دستیابی به اهداف نازی تدارک دیده بود. یکی از اهداف مهمم این بود که تمام سربازان اس اس قبل از ازدواج باید از لحاظ خلوص نژادی آزمایش می شدن. مأموریت منگله در اصل آزمایش های انسانی روی تعداد زیادی زندانی بود که در کمپ مستقر بودند. در این بین علاقه اصلی منگله دو قلوهای همسان بود که از بین زندانیان انتخاب می شدن و در مکان مخصوصی هم نگهداری می شدن. منگله در حقیقت روی 1500 جفت قلو آزمایش می کنه که کمتر از 200 نفر اونها فقط زنده می مونن. اون آزمایش های عجیبی روی دوغولا ترتیب میداد که از جمله اونها میشه به تزریق مواد شیمیایی داخل چشم دوغولوها اشاره کرد. منگله با این آزمایش میخواست در بیابه که به این ترتیب رنگ چشم دوغولو دیگر هم عوض میشه یا نه. دوغولوها باید از فرق سر تا نوک پا آزمایش میشدن و اگه جزئیاتی از یاد کارمندان میرفت به شدت تنبیه می شدن. بعد از اینکه تمام اطلاعات جمع‌آوری شد، معمولاً با تزریق موادی به قلب دوغولوها اونها رو می کشتن و اجزای بدنشون به مرکز مطالعات فرستاده می شد. سرانجام در ژانویه سال 1945 اردوگاه آشویتس منحل می شه و مدت کوتاهی منگله به اردوگاه دیگه می ره. بعد از مرگ هیتلر و سقوط آلمان نازی، اون مدتی هم به یه واحد پزشکی میپیونده. منگله به مدت 4 سال در دهکده کوچیکی در نزدیکی ایالت باواریا به عنوان یک کارگر مزرعه به طور مخفیانه زندگی میکنه تا اینکه توسط تشکیلات اودسا به آرژانتین فرستاده میشه. شبکه اودسا متشکل از افسران سابق آلمان نازی برای پناه دادن و فراری دادن افسران نازی ایجاد شده بود. گرچه نام اون در صدر جنایتکاران جنگی ثبت شده بود، اما همسرش و خانوادش ادعا می کردن که اون مرده و متفقین هم به این جنبندی رسیده بودن که اون دیگه زنده نیست. در سال 1958 نشانه هایی از زنده بودن اون به دست میاد. موساد رد اون رو تا پاراگوئه گرفته بود ولی موفق به پیدا کردنش نشد.
در بوئنوس آیرس اون نخست به عنوان یک کارگر ساختمانی کار میکرد، اما به زودی آلمانی های صاحب قدرت به اون کمک میکنن و اون تونست از خانوادش مقداری پول دریافت بکنه. بعد از مدتی اون باز هم کارهای غیرقانونی پزشکی رو از سر میگیره و در زمینه سقط جنین فعالیت میکنه. حتی یک بار هم به دنبال مرگ یکی از بیمارانش بازداشت شده بود. به زودی آلمانی های دیگه مقیم آرژانتین رو هم میشناسه و وضعیت مالیش بهتر میشه و 50% سهام یه شرکت دارویی رو هم میخره. در سال 1960 میلادی سازمان موساد موفق شد آیشمن رو در آرژانتین دستگیر کنه. این موضوع ترس منگلر رو بیشتر میکنه و اون مجدداً شروع به فرار میکنه. در سال 1962 از ترس اینکه دستگیر بشه آرژانتین رو به مقصد پاراگوئه ترک میکنه. در این زمان اون یک گذرنامه با نام منگله خوزم داشته. سالها تغییر محل اقامت و جابجایی در کشورهای برزیل، آرژانتین و پاراگوئه منگله رو افسرده و تحریک پذیر کرده بود. در آخرین سالهای زندگیش اون در یه خونه ییلاقی در نزدیکی ساو پائولو زندگی میکرد، تا اینکه در 7 فوریه سال 1979 در حالی که وضعیت پزشکی خوبی هم نداشت در حال شنا به صورت تصادفی غرق شد و به اعتقاد برخی ها بعد از سکته هم غرق میشه. اون با نام ولفگانگ به خاک سپرده شد. 6 سال بعد از مرگ اون بود که هویتش کشف میشه. در سال 1985 پلیس آلمان به خونه هانس، یکی از دوستان نزدیک منگله، حمله میکنه. با بررسی نامه ها و اسناد و نشانی ها محل اقامت منگله پیدا میشه. نبش قبر انجام شد و متخصصان هویت اون رو تایید کردن. خوزه کاماراسا، مورخ آرژانتینی، بعد از مصاحبه با 10 نفر از ساکنان شهر کاندیدو گودوی به این نتیجه میرسه که منگله این شهر رو هم تبدیل به آزمایشگاه دیگه کرده بود. جالب بدونید در این شهر نسبت به مناطق دیگه برزیل حدود 5 برابر بیشتر دوقلو وجود داشت. اون سالها بعد از مرگ هیتلر باز هم به دنبال ایده ایجاد نژاد برتر خالص آریایی و افزایش میزان زاد و ولد در این نژاد به اصطلاح برتر بوده. و در آخر برای دوستانی که علاقه دارن فیلمی هم از این پزشک ببینن، باید بگم که فیلم پسران برزیل ساخته سال 1987 درباره منگله و اردوگاه آشایتسه و فیلم دیگه به نام پزشک آلمانی بیشتر به زندگی اون در دوران فرارش پرداخته. خب دوستان عزیز، امیدوارم که این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه. در آخر 2 ویدیو رو بهتون پیشنهاد میدم که امیدوارم اونها رو هم ببینید و لذت ببرید. مرسی، ممنون و خداحافظ.